همین امروز ارتش سایبری آمریکا ارتش سایبری آمریکا در عراق ماهی 4000 دلار حقوق میده به عراقیایی که گرسنه‌ن خب 4000 دلار همین امروز اعلام کرد که باید این کارا در دستور کار قرار بگیره بیانیه‌اش فرستاد الان من اطلاع دارم بیانیه سری برشون فرستاد یک بگید تمامیت ارضی عراق خط داشت. بگید سری رو این خط برید بگید نه اصلا موشکاشون جایی هم نخورده متوجه شدی بگید ما عمدن ایران مناطق اربیل سنی نشین و کرد نشین و الانبار سنی نشین انتخاب کرده به خاطر اینکه بحث شیعه سنی رو دوباره بنزید وسط نگاه کن همین الان دارن کار میکنن هشتگ سازی میکنن تو توییتر فلان ما خوابیم آقا جون امروز این که میگم در تمام من تو با تصمیم بگیریم بابا حداقل به اندازه یه حضور مؤثر تو شبکه‌های اجتماعی که میتونی داشته باشی بابا اون کسی که زبان عربی بلده اون حوزوی ما که عربی بلده اون بچه خوزستان ما که عربی بلده وظیفت یک بخشی از این جنگ جنگ آگاهیه ما داریم به عدم آگاهی میبازیم روز زمین تو میدون نظامی که همش ما بردیم که هفت تریلیون دلار پول ریخته هیچ غلطی نتونسته بکنه ما پیروز زمین بودیم داریم به تلویزیون میبازیم این درده مسئولین ما باید, باید فکر بکنن اونا گردان های سایبری ارتش سایبری بسیاری هم. آقا من ده سال یازده سال صبح و شب هم کار فرهنگی سیاسی اجتماعی خب قبلش هم توی فعال دانشجوی اصلا درس نمیخوندیم ما صبح تا شب تو دانشگاه فعالیت فرهنگی سیاسی داشتیم من به شما دارم میگم آقا جون تو این سال ها من توهین به شهید تو اینترنت ندیدم تو اینو مقدسات دیگه دیدم و به شهید کسی توهین نمیکنه میگه حداقلش بر برای کشورم رفته جنگیده این توهینایی که هر از چنگای میبینید این کار ایرانی جماعت نیست این یک بهای نجس تو اسرائیل نشسته است یا تو آمریکا نشسته است خب یا یک صهیونیست و 8200 و 8200 رژیم صهیونیستی نشسته اونجا بعض موقع اینا گاف هم میدن گاف میدن مثلا ه اینا خ تلفظ میکنن یادش میره طرف داره تایپ میکنه میرسه رو حسن روخانی از این گافا هم میدن اما بدونید اینا روز به روز دارن خودشون رو دقیق تر میکنن بابا چند جا ما الان کلاس ابری داریم که بتونیم ما کار کنیم خیلی باید یه اتفاقی بیفته دیگه